سازمان مجاهدین خلق متشکل‌ترین گروه مخالف جمهوری اسلامی است. این گروه تلاش می‌کند خود را آلترناتیو جدی نظام اسلامی ایران معرفی کند. آیا چنین توانی در این سازمان دیده می‌شود و می‌توان چنین دورنمایی برای آن تصور کرد؟ سلام، جوانان مسلمان بنیانگذار سازمان مجاهدین خلق ایران در دهه 40 خورشیدی ممکن نبود تصور کنند که این سازمان چند سالی پس از آن در تقابلی خونین رودروی یک حکومت اسلامی قرار گیرد. این از بازی‌های نقض تاریخ بود. با استقرار جمهوری اسلامی مصیبت‌های زیادی بر سر اعضای سازمان مجاهدین آمد، اما یک چیز ثابت ماند: تقابل بی کم و کاست مجاهدین با جمهوری اسلامی، تقابلی که در آن مجاهدین هم لطمه‌های جدی به حکومت اسلامی زدند و برخی از مؤثرترین چهره‌های آن را از میان برداشتند. حالا با بالا گرفتن مشکلات جمهوری اسلامی، مجاهدین تلاش دارند خود را بدیل حکومت کنونی معرفی کنند. اما بسیاری از مخالفان مجاهدین سوءظن جدی در مورد آن را مانع کارش می‌دانند. آیا میزان محبوبیت این گروه را می‌توان تخمین زد؟ سابقه این سازمان در اذهان مردم ایران به نفع این گروه عمل می‌کند یا نه؟ آیا نسل‌های جوان عاصی و بیکار در مورد مجاهدین همان گونه می‌اندیشند که نسل‌های پیشین؟ در پرگار این هفته، مجید رفیع‌زاده، تحلیلگر سیاسی و مشاور نشریه مطالعات بین‌الملل هاروارد می‌گوید سوءظن جاری در میان شماری از مخالفان جمهوری اسلامی در مورد سازمان مجاهدین خلق بیراه است. اما ملیحه محمدی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مستقل، می‌گوید سازمان مجاهدین نفوذی در داخل ایران ندارد و سوءظن به آن در میان جریان عمومی اپوزیسیون هم بی‌پایه نیست. خیلی خوش آمدید. آقای رفیع‌زاده، شما نسبت به وضعیت سازمان مجاهدین خلق ایران خیلی خوشبین هستید. به ما بگید چرا؟ خب خدمت عرض کنم که من نگفتم خوشبینم یا نگفتم که سوءظن بیراهه. من فقط بر حسب مدرک تجزیه تحلیل میکنم، چون از نظر آکادمیک به اسنادهایی که وجود داره، به حقیقتها و مدرکهایی که وجود داره نگاه میکنم، اون وقت تجزیه تحلیل میکنم که آیا این سازمان سیاسی یا گروه سیاسی چه نفوذ و قدرتی داره. ولی از گروه های مختلفی که در موردشون تحقیق کردم، ببینید چند اصل مختلف وجود داره. اگه شما میخواید ببینید یک سازمان سیاسی، حالا چه شما موافق هستید با گفته هاشون چه مخالفید، آیا این سازمان قدرت و نفوذ داره یا خیر. بله. یکی از اصل نفوذ سیاسی اون سازمان، آیا این سازمان نفوذ داره یا نداره. مجاهدین خلق، مجددا میگم، چه ما مخالف باشیم با عقایدشون چه موافق باشیم، نفوذ سیاسی قوی در خارج کشور داره و حتی در منطقه بین سیاستمدارهای مختلف در آمریکا، بین دموکرات‌ها، جمهوری‌خواه‌ها، در همین انگلیس لیبرال‌ها و غیر لیبرال‌ها و کشورهای اروپایی مختلف و کشورهای خاورمیانه نفوذ قوی دارن، ارتباطات قوی دارن با سران کشورهای مختلف. و این یک اصل مهمه که نشون میده این گروه واقعا اون جایگاه و اون اصل سازمان سیاسی را داره. مسئله دوم، باید به قدرت مالی و قدرت اقتصادی سازمان و گروه سیاسی نگاه کرد یا اپوزیسیون نگاه کرد. از نظر مالی، مجاهدین خلق قدرت مالی چشمگیری دارن. ببینید، من وقتی تحقیق در مورد این گروه داشتم میکردم، به اون گرد همایی که در پاریس هر سال انجام میدن رفتم، البته با خرج خودم، ببینم که واقعا چه قدرتی دارن. و از اشخاص مختلفی که پرسیدم، اون گرد همایی که فقط در پاریس انجام میدن، این گرد همایی ها طبق گفته
متخصصان میلیون ها دلار خرجشه. یعنی گروهی که قدرت مالی نداشته باشه نمیتونه روی پای خودش بیسته. این مسئله دوم. مسئله سوم سازماندهی. سازماندهی مجاهدین خلق سازماندهی چشمگیریه. ببینید این گروه بیش از 40 سال اون سازمان خودش رو نگه داشته، تحت ضد دو نظام بوده، رژیم نظام پهلوی و جمهوری اسلامی، دووم آورده، حتی روی لیست تروریستی بوده، در بیشتر کشورها روی لیست تروریستشون بوده، بازم دووم آورده، از عراق انداختنشون بیرون، رفتن کشورهای دیگه و تونستن در این 40-50 سال هنوز دووم بیارن و به اون هدفشون ادامه بدن. مسئله دیگه در گرد همایشون که من شرکت کردم و تحقیق کردم. چه سالی شما در گرد همایشون شرکت کردید؟ اخیر؟ پارسال. بله پارسال. و ببینید خدمتتون عرض کنم که ده ها هزار نفر اونجا بودن. حالا این به گفته خود من نه، به گفته یک سیاستمدار آمریکایی که سخنرانی که اسمشون الان یادم نیست، گفت مردمی که اینجا جمع شدن تعدادشون از مردمی که در حزب‌های سالانه کنفرانس سالانه حزب دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا جمع میشن بیشترن. حالا من با این مردم مصاحبه کردم، خواهم ببینم این مردم کیان. مردم ایرانیایی بودن که نسل دومی هستن، نسل سومی هستن، یا کسانی هستن که زمان انقلاب اروپا یا کشور از کشورهای مختلف اومده بودن. ببینید خب این سازماندهی گروه، شما وقتی میتونید 10,000 نفر یا بگیم حتی هزاران نفر زیر یه سقف بیارید، میتونید صدها سیاستمدار از کشورهای مختلف دنیا جمع کنید. حالا شما چه مخالف باشید با این گروه، چه موافق باشید، چه بگید منافقین هستن، چه بگید مجاهدین هستن، چه نیروی خوبی هستن، نیروی بدی، سازماندهی دارن. بله این مسئله توانشونه، توان سازمان. مسئله اخیر بله هدفه. یک سازمان سیاسی باید هدف داشته باشه، هدفش نباید عوض بشه، اون هدفش باید یک هدف باشه. این سازمان هدفشون از همون 39 ساله یک هدف داشتن و سرنگونی جمهوری اسلامی بوده. این هدفشون هم هیچ وقت عوض نکردن، حتی وقتی که روی لیست تروریستی رفتن، حتی وقتی آمریکا ضدشون بود، کشورهای اروپایی ضدشون بودن، هدفشون رو نگه داشتن. و حتی همین الان که آمریکا میگه ما نمیخوایم این نظام رو عوض بکنیم، آقای ترامپ میگه هدف ما عوض کردن نظام، گروه هنوز میگه که هدف ما عوض کردن نظام. شما در مورد همه چی صحبت کردید جز میزان نفوذ سازمان مجاهدین در ایران. این قاعدتا باید اصلی ترین عامل باشه برای سنجش آینده یه چنین گروهی. مسئله بسیار مهمیه. ببینید خدمتتون عرض کنم که ما میدونیم تو کشور ایران یک کشور میشه گفت دیکتاتوری نمیشه واقعا یک نظرسنجی درست انجام داد. نمیشه واقعا گفت که آیا مردمی هستن در ایران که موافق هستن یا مخالف. خیلی از متخصصان من شنیدم روی برنامه‌های مختلف میان و میگن اصلا این گروه هیچ حامی تو ایران نداره، اصلا هیچ کی اینو دوست نداره، این گروه اصلا این گروه همه سوء ظن به این گروه دارن. از کجا میدونن؟ آیا نظرسنجی وجود داره؟ ببینید من تحقیقاتم بر اساس نظرسنجی انجام میدم. کل تحقیقاتی که در هاروارد یا جای دیگه انجام دادم نمیتونم بگم که چون این شخص داره میگه این گروه هیچ کی دوستش نداره پس درسته. ببینید باید نظرسنجی وجود داشته باشه و در کشورهایی که آزادی بیان و آزادی نظرسنجی وجود نداره نمیشه گفت که واقعا وجود داره. اما از نظر تحقیقاتی که من انجام دادم، ببینید گروه هنوز در ایران نفوذ داره. ببینید اگر نفوذ نداره چرا پس آقای خامنه یا سران دیگه در ایران در ماه مرداد گفتن که این تظاهرات را منافقین انجام دادن؟ چرا مرداد تظاهرات دور اخیر دی ماه گذشته در سخنرانیشون در مرداد گفتن که اگر واقعا قدرت ندارن و ببینید باید حتما یادمون نره که ده ها هزار نفر کشته دادن جز خود آقای منتظری که گفتنی که از جنایت بزرگترین جنایت های جمهوری اسلامی قتل عامش از سببی که بیشترشون مجاهدین خلق بودن. کودک در این 15 ساله 14 ساله زنان باردار اعدام شدن. خب اینها فامیل دارن، فامیلاشون خیلی هاشون هنوز هوادار مجاهدین خلق هستن، خیلی هاشون کمک مالی میفرستن به مجاهدین. ببینید خب این در داخل ایران اینها هواداران، حالا شما میخواید بگید هواداران شاید میلیون ها نداشته باشن ولی نمیشه گفت اصلا هوادار ندارن. بسیار خب خانم محمدی، شما بر اساس
برداشت من از نوشته‌هاتون و صحبتی که معمولاً با مهمون‌ها پیش از برنامه می‌کنم تقریباً با هر چیزی که آقای رفیع‌زاده گفتن مخالفید. به ما بگید نکته به نکته چرا؟ ببینید، من اگه اجازه بدین قبلش فکر می‌کنم که این مسئله رسیدن به این پاسخی یا سازمان مجاهدین خلق توانایی تشکیل حکومت در ایران داره یا نه، آلترناتیو جایگزین هست یا نه، در گروه پاسخ دادن به یه سوال کلی‌تره که اینکه جامعه ایران در شرایط کنونی با توازن قوای سیاسی که وجود داره، تجربیات سیاسی که تاکنون داره، این جامعه اساساً ایجاب میکنه، اجازه میده که گروهی که عمدتاً در خارج از کشور نیروی فعالشون هست، مرکزیتشون هست، بیاد به نوع این تأثیر گذار بشه که رهبری به اصطلاح مطالبات مردم رو، مطالبات دموکراتیک مردم رو بر عهده بگیره در شرایطی که ما میدونیم مردم ایران چقدر نیاز دارن و اصرار دارن به حضور خودشون، به حضور و شفافیت مسائل. آیا اساسا این به سازمان‌های سیاسی خارج کشور اجازه رو میده فضای سیاسی ایران؟ همه جور تجربه سیاسی هم کرده، از جنگ‌های شهری تا جنبش اصلاحات تا جنبش سبز. از اینجا به بعد اون وقت ببینیم مجاهدین خلق در رابطه با این عمومیت چه جایگاهی دارن. سازمانی که از 40 سال عمر حکومت جمهوری اسلامی قریب 2 سالش رو فقط با مردم ایران همسرنوشت بودن، در مصائبی که داشتن، در جنگ، در کمبود، در زلزله بگیرین تا همه مشکلات و فراز و فرودهایی که ملت ایران داشته، هم پیوندی با یک جامعه، از بخشی از حضور فیزیکی تامین میشه، بخشی برمیگرده به ذهنی، ارتباط ذهنی که یک سازمان سیاسی میتونه با جامعه خودش ایجاد بکنه. از چه طریق؟ از طریق اینکه نیازها و ضروریات اون جامعه رو در زمان خودش تشخیص میده، اعلام میکنه، پاسخ میگیره از مردم. ما نمیگیم همه اون چه که در ایران انجام شد توسط جریان‌های سیاسی اپوزیسیون غیر اپوزیسیون درست بود، اما هر کدوم به نوعی پاسخ گرفتن، از جمله مجاهدین. در مورد شیوه مبارزه‌ای رو که پیش گرفتن، اون که در گذشته بود که جنگ شهری بود، خب همه سازمان‌های چریکی پاسخ منفی گرفتن. انقلاب از راهی رفت که هیچ کدوم از جریانات چریکی پیش بینی نکرده بودن. جنگ شهری رو که مجاهدین فکر می‌کردن پیش می‌برن، در 30 خرداد 60 آغاز و پایانش بود. یعنی چرا؟ برای اینکه نمیگم مجاهدین خودشون شخصا اینطوری که آقای رفیع‌زاده میگن دنبال نکردن این خط رو، ولی اینکه نه در ایران و نه جامعه ایران پاسخ مثبت داد به این قضیه. جامعه ایران از راههایی رفت، دچار انفعال شد، رکود بود، دنبال اصلاحات رفت، دنبال جنبش سبز رفت، ولی هیچ پاسخ مثبتی و هیچ نوع تبعیتی این جامعه از راه و روشی که مجاهدین میگفتن ما ندیدیم که بشه. حتی تظاهرات دیما، آقای رفیع‌زاده اشاره میکنن که چرا پس آقای خامنه‌ای گفتن که کار مجاهدین بوده؟ دقیقاً به خاطر اینکه مجاهدین یک ذهنیت بسیار آزاردهنده مردم ایران ازشون دارن و با هر فکر سیاسی که عمدتاً هم ضد حاکمیت هست مخالف مجاهدین هستن. آقای خامنه‌ای از این قضیه سوء استفاده میکنه. بالاترین مصیبتی که مردم ایران داشتن در طی این سالها 8 سال مصیبت جنگ بود. همه هستی و توان مادی و ذهنیشون رو گذاشتن و همه خواهان این بودن که جنگ تموم بشه و صلح برقرار بشه. درست زمانی که به خاطر همین فشار جامعه آقای خمینی اون رو پذیرفت و به اصطلاح من دوست نزدیکی دارم که شروع کرد به شیرینی پخش کردن که برادر سربازش از جبهه میاد، برادرش کشته شد در حمله مجاهدین. مجاهدین همون زمان که مردم نیاز به صلح داشتن و خودش هم از قبل تبلیغ میکرد که چرا نمیپذیرین قطعنامه رو و اینا، نشون دادن که همه نقشه بود، چون چند روز بعد از پایان جنگ عراق اول مرزا رو زد و با اونها اومدن. هم جوانان منظورتون حمله مجاهدین فروغ جاویدان یا به قول جمهوری اسلامی مرساد بود، که خب هم سربازان و بچه های مردم که قرار بود الان دیگه از حالت آمادگی هم در اومده بودن، در حالت نوعی ترخیص بودن و
کشته شدن، غافلگیر شدن. خانم محمدی، شما رفت آمد خیلی زیادی بین گذشته و حال دارید که شاید به کار تحلیلتون میاد، ولی یه نکته اساسی اینه که فکر میکنید در اذهان نسل‌های جوان این سابقه مجاهدین زنده است؟ البته از آقای رفیزاده خواهیم پرسید که این سابقه از نظر ایشون سابقه منفی یا مثبت، ممکنه ایشون بگن انقدر منفی نیست که شما تصور میکنید، ولی این سابقه مجاهدین زنده است یا در نسل‌های مثل نسل شما، البته وقتی میگم شما خودم هم باید جزش بگذارم، در اونهاست که زنده است و جوانی که در تظاهرات دی ماه اومده و خود منابع حکومتی میگن معدل سنیش 20 21 22 ساله، چیزی راجع به مجاهدین میدونه؟ ببینید، تظاهرات دی ماه، من اول این مثال خوبیه، تظاهرات دی ماه که اوج خشم و برانگیختگی بخش‌هایی از جامعه بود، سازمان یافته هم نبود، هدایت شده هم نبود، اینجا جایی بود که ما شنیدیم حتی شعارهای درود بر رضا شاه و رضا شاه روحت شاد و این صحبت ها رو نمیشد پنهان کرد، اینا بود. درسته که در حدی که سلطنت طلبا میگن عمومیت نداشت و تمام جامعه نبود، ولی بود. شما یک شعار، یک به اصطلاح تابلو، چیزی در حمایت از مجاهدین ندیدین. یه علتش اینه که نسل جوان بیشتر از گذشته روی شفافیت تأکید داره، میخواد همه جا باشه و از همه چیز خبر داشته باشه. سازمانی که حتی رهبریش مخفیه، خب حالا این که مربوط به گذشته است، معلوم نیست کجا هست. از همین نکته آخر شروع کنیم، شفافیت. اگر سازمان مجاهدین خلق ایران میخواد در رأس مطالبات دموکراتیک قرار بگیره، یکی از این مطالبات دموکراتیک که باید خودش بهش جامعه عمل بشونه شفافیته. شفافیت در مورد منابع مالی، ولی شاید خیلی واضح‌تر شفافیت در مورد رهبریش. مثلا آقای مسعود رجوی کجاست؟ سازمانی که این رو جواب نمیده چجوری انتظار داره که اعتماد نسل‌های جوان رو جلب کنه؟ سوال خیلی خوب. ببینید، اگه اجازه بدید من چند نکته در ابتدا جواب بدم در مورد چیزی که خانم محمدی گفتن. یکی این که ایشون فرمودن که مردم هنوز اون فکر بد نسبت به مجاهدین دارن. دوباره من برمیگردم، من خواهش میکنم که چیزای بدیهی نگیم. ببینید، باید نظرسنجی باشه. نظرسنجی وجود نداره که ما بدونیم آیا مردم ایران از این، شاید شما خوشتون نیاد، ولی رفتار اجتماعی رو میبینین، شما شعارها رو میبینین، وقتی تو خیابون میان چی میگن، وقتی انتخاباته یکی میگه تکرار میکنم یه جمعیت میلیونی میره، این نشانه ها رو شما در کجا بین رابطه بین مجاهدین و مردم ایران؟ اجازه محمدی صحبتشون تموم کنن، فقط از اینجا بحثو بگیریم که شما میگید نظرسنجی، به هر حال شعارهایی که در دی ماه داده شد میتونه بیانگر نظر اون گروه معترض باشه. هیچ کس نگفت که شعاری در دفاع از مجاهدین داده شد. خب شعاری هم داده نشد که ضدشون باشه. ببینید، خب دیگه شعاری داده نشد که ما هوادار. ببینید، البته خب من بگم ویدئویی هست که اشخاصی بودن که هوادار گروه بودن، جزء تظاهرات کردن. ویدئویی هست که عکس‌های خانم رجوی گذاشتن، نمیشه گفت اصلا نبوده، بوده. حالا شاید هزاران نبوده، ولی بوده در داخل ایران. مسئله دیگه مهم اینه که ببینید، اگه شما برید تظاهرات بگید ما هوادار گروه مجاهدین هستیم، عاقبتش چیه؟ اعدامه. خود گروه که من باشون تحقیقات مصاحبه کردم، اینا میگن تو همین تظاهرات چند عضو مجاهدین اعدام شدن، تو ایران گرفته شدن، اعدام شدن در تظاهرات. بله، خب نمیتونن، مردم که نمیتونن بیان بیرون بگن که ما مجاهدین رو میخوایم، خب همون موقع اعدامشون میکنن. چون این مسئله دیگه که ما نباید توقع داشته باشیم که همه مردم بیان بگن ما هوادار مجاهدین هستیم. ببینید، بیشتر متخصصان تو این موارد یا حالتی در گذشته باقی موندن، در دهه 60 که مجاهدین چه کار کردند، کجا بودن، عراق چه کار کردند. ببینید، ما الان نسل‌های جدید که دارن تو خیابونا میان تظاهرات میکنن، همونجور که شما فرمودید، از کجا ما میدونیم که اصلا اینا همون نظرات رو دارن، همون عقاید رو دارن. مسئله شفافیت، ببینید، از خودشون باید بپرسه. من نمیدونم حالا این شخص منظورتون مسعود رجبی کجا است، اینا رو من تحقیقات کردم، مدرک سندی وجود نداره که میتونم واقعا نظر بدم، در نتیجه نمیتونم نظر در مورد دارم. البته خب شفافی، ببینید، هر سازمانی اونطور که به نظر من میاد، ببینید،
اعضایی داره که اعضایشون رأی میدن، یکی انتخاب میکنن. نمیدونم دیگه چه شفافیتی باید وجود داشته باشه. 10 نقطه 10 ماده دارن که گذاشتن روی وبسایتشون و 14 سال پیش گفتن، همیشه هم تکرار میکنن. نمیدونم دیگه شفافیت چی میخواد؟ 10 ماده برای انتخاب دبیر کل سازمان یا برای نه، برای اینکه در ایران چه خواستار منیفستشون، منیفست سیاسیشون که جدایی دین از دولت و ایجاد دموکراسی و تساوی زن. به این ترتیب همین نکاتی که گفتید رو با خانم محمدی در میان بگذاریم. از همین نکات آخر شروع کنیم. در سازمان مجاهدین انتخابات هست، ایشون نگفتن ولی من که نگاه کردم، مثلا خانم زهرا مریخی الان دبیر کل سازمانه و این در گرد همایی اعضای سازمان با رأی مستقیم اونها انجام شده و این دبیر کلی مدام میچرخه، یعنی افراد مختلف میان دبیر کل میشن. به گفته ایشون مانیفست این سازمان هم مشخصه. این که یک شخص کجا هست، آقای مسعود رنجوی چرا در موردش صحبت نمیشه، آیا این معنی نبود کامل شفافیت در سازمان مجاهدین خلقه؟ ببینید، انتخابات درونی هر ارگانی با خودش داره که کی بره بالا کی بیاد، این من شفافیت سیاسی رو نمیرسونه. شفافیت سیاسی اولا بر اینه که بدونی شما به مردم بگین که راه‌های تحقق هدفی که شما انتخاب کردین چی هست، این یکی هست. دوم اینکه شما یک مسئله خیلی بزرگی مشخصا از مردم مخفی نگه داشتید، یعنی یک سوال بزرگ وجود داره که شما میگین نمیگم جوابشو. رهبری سازمان زنده است، مرده است، چه به سر پایگاه اشرف اومد وقتی ایشون اینجا بود، تحت حمایت کدام نیروه؟ رهبری الان که خانم مریم رجبیه، یعنی ببینید سازمان مجاهدین قبول ندارم. سازمان مجاهدین یک ساختار حکومتی تقریبا مثل جمهوری اسلامیه، یک رهبری عقیدتی داره، رئیس جمهور داره، ولی همه میدونن که رهبر مادی ذهنی عقیدتی سازمان مجاهدین مسعود رجویه. اتفاقا بر اساس پندارهای دهه 60 که سازمانهای چریکی بودن و در خفا بودن حاله ای از قدرت ایجاد میکرد، ولی امروز دقیقا همین نسل جوانی که شما اشاره میکنید بهش دنبال این هست همه جا حضور داشته باشه. بچه ها الان این مسئله که بچه های به صلاح مسئولان ایران کجاها هستن، در این حدی حتی میخوام بگم که منظورتون یک کمپین توییتری در مورد که در این حدی حتی به نظر من بی منطقم شده. در چنین شرایطی ما یک سازمانی داریم که کمک های خرج هایی که ایشون میگن به درستی میلیون دلاری انجام میده و میگه اینا رو از ایران براش میفرستن. در مورد منابع مالی شما فکر میکنید به اندازه کافی شفافیت هست در کار سازمان مجاهدین در بیان اینکه این منابع مالی از کجا میاد؟ طبق تحقیقاتی که انجام دادن، ببینید اول میگفتن که همونطور خودمون، اول میگفتن گروه پول از روسیه میگیره، بعد گفتن از اسرائیل میگیره، بعد گفتن از منظورتون مخالفینه مجاهدین گفتن که بعد گفتن الان که از گروه از لیست تروریستی اومده بیرون میگن از آمریکا داره میگیره، حکومت آمریکا داره. ببینید هیچ سازمان سیاسی نمیتونه بیش از 40 سال دووم بیاره. یکی از دیرپارترین سازمان اپوزیسیونای ایرانی، سازمان سیاسی اجتماعی ایران، حالا چه ما قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، سازمان قدرتمندیه. ببینید نمیتونه روی پای خودش بریسه، نمیتونه استقلال سیاسی داشته باشه اگه استقلال اقتصادی نداشته باشه. همین خب خیلی ها همین رو میگن، میگن استقلال مالی به قول شما اقتصادی نداره و به همین دلیل نتیجه گیری میکنن که ممکن استقلال سیاسی هم نداشته باشه. ولی بر چه اساس شما میگید که استقلال مالی داره؟ یعنی کمک نمیگیره از، یعنی به قول خودتون تحقیق کردید، آیا میشه به جدیت گفت که این منابع مالی این سازمان که شما میگید میلیونیه، این صرفا از جانب هوادارانشونه؟ ببینید اگر اون ثروتشون از جاهای مختلف میگرفتن، از کشورهای مختلف میگرفتن، مثل اون اپوزیسیون سوری که ما دیدیم در
7 سال اخیر هدفهاشون عوض میشد، چون باید طبق اون خواستاره که پول کسی که داره پول بهشون میده هدفشون رو ادامه بدن. هدفشون همیشه یکی بوده، هدفشون یعنی چه اون حکومت آمریکا مخالف باشه موافق باشه اروپا هدفشون سرنگونی جمهوری اسلامی بوده، عوضم نشده. حالا کی حمایت به خود بکنه از اینا از نظر مالی؟ تحقیقاتی که من انجام دادم نشون داره که ببین این اشخاص، ببینید میگن که پول از کشورهای مختلف، من هیچ مدرکی پیدا نکردم، نمیتونم بگم میگرفتن یا نمیگرفتن، ولی من مدرکی پیدا نکردم. ولی چیزی که من از خودشون مصاحبه کردم یا چیزی که من پیدا کردم اینه که اشخاص هواداران مختلفی دارن که ایرانی هستن و منابع مالی مختلفی به مجاهدین میدن. ببینید تو همین آمریکا من آدم های خیلی ایرانی آمریکایی معروف هستن، تاجر، دکتر، و این اشخاص ببینید حمایت های مالی مختلف میکنن. حتی من یک شخص دیدم که حدودا 250 هزار دلار کمک مالی به این گروه کرد، چون واقعا حمایت میکنه، هوادار این گروهه. خب ببینید اگر این گروه اگر هزار نفر بخوان همچین حمایتایی بکنن، خب طبیعی میتونه اون استقلال مالی داشته باشه. خودشون هم میگن که از ایران خیلی ها به گروه کمک مالی میکنن. فقط نقطه اخیر خدمت عرض کنم، ببینید حالا حتی ما فرض کنیم، البته خب من مدرکی پیدا کردم، فرض کنیم که از کشورهای مختلف کدوم بیشتر سازمانهای سیاسی هستن که اون کمک‌های مالی سعی میکنن که از جاهای مختلف بتونن در بیارن تا اون هدف سازمانشون رو ادامه بدن. ولی مجددا میگم من مدرکی پیدا نکردم که از اسرائیل یا از کشورهای دیگه دارن کمک مالی. نکته آخرتون رو باید روش مکث، یعنی فکر میکنید حتی اگر کمکی هم بگیرن گمان میکنید بیشتر سازمانهای سیاسی چنین کاری میکنن برای رسیدن به هدفشون؟ یعنی این امکان رو باز میگذارید که ممکنه مجاهدین چنین کاری بکنن، ولی میگید سندی پیدا نکردید؟ نمیگم که واقعا مسئله خوبی اگه بخوان این راه رو اجام بدن. به نظر من اتفاقا اگر کمک مالی از کشورهای دیگه بگیرن اون وقت سازمانشون ضعیف‌تر میشه، چون اینو من این مسئله رو تو داخل سوریه دیدم. برای بینندگانی که نمیدونن، شما مسائل سوریه رو هم خیلی خوب دنبال میکنید، برای اینکه یه ریشه سوری هم دارید. بله. و در واقع از خانواده سوری ایرانی هستید. بسیار خوب، در مورد همین بحث منابع مالی مجاهدین شما چی میتونید بگید در جواب آقای؟ من بر اساس تجارب اجتماعیم، کارهای مدنی که اینجا کردم، تجارب سیاسیم که کار تشکیلاتی کردم و تجربه‌ای که دارم از مسئله انتقال پول از ایران در حدی که بشه یک سازمانی برنامه‌های چند میلیون دلاری به قرهشون بذاره اصلا برای من قابل قبول نیست. اگر شما میگفتین که این سازمان چندین تا بنگاه سرمایه‌گذاری داره که درآمدهای خیلی خوبی دارن، من میگفتم یا آری. شما حتی میخوام برگردم به مسئله شفافیت با اجازه شما. شما حتی در این مسئله هم نتونستین به عنوان محقق پیدا بکنید که این سازمان، بخشی صحبت مخالفین رو میگین و بخشی ادعای خودشون رو که ما از ایران میگیریم، این مسئله رو میذاریم به قضاوت چون واقعا تحقیق وجود نداره. اما بخشی از شفافیتی که جامعه دنبالش هست میدونین چیه؟ اینه که یک سازمان سیاسی که شما میگین روی هدفش خیلی پابرجاست، کما اینکه به شما بگم تعداد سازمانایی که از فردای انقلاب خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی بودن و هنوز هم هستن زیادن، فقط مجاهدین نیستن، میدونین بهتر از من. ولی اون سازمان‌ها بسیار کوچیکن و حتی اسمشون هم خیلی از تحلیلگران نمیدونن. با سازمان مجاهدین متفاوتن. بله حتما متفاوتن. ولی تأکیدی که ایشون میکنن برای اینکه هدف تغییر نکرده، اما این هدف رو میخوام ببینیم در جهت اقدام چه عملی در ایران انجام شده در این جهت. بزرگترین بهتون اشاره کنم کار خیلی بزرگی در 30 خرداد بر اساس این هدف و این راه انجام شد و فراز و فرود خونینی شد که باعث شد که کلهم سازمان مجاهدین از ایران خارج بشه. وقتی یک اپوزیسیونی از کشور خودش خارج میشه به معنای نیست که قوی تر شده، ضعیف تر شده. اگه اجازه بدید، قوانین آمریکا بسیار سخت وقتی که در مورد چه گروهایی از چه کشورهایی کمک مالی میگیرن باید اسمشون رو ثبت کنن به عنوان لابی. اگه این گروه پول میگرفت
اسمشو حتما باید ثبت میکرد به عنوان لا. ببینید اداره داره نزدیک کاخ سفید، نمیتونه ببینید مسئله که کاخ سفید نیست، در عراق بوده سالها، در فرانسه هست. میدونه الان خیلی وقت هم الان تو چند ساله که تو آمریکا بوده، تو قبلا هم ولی کمک های مالی از ایران رو چطور پیگیری نمیکنه؟ خب ثبت میتونه کمک های مالی تحریم نداره، کمک های اگه مردم بفرستن به مردم کمک تحریم نداره، آمریکا تحریم ضد مردم نداره، تحریم داره اگه شما اگر رابطه وجود داشته باشه بین سپاه یا سران کشور. یا نه مریان، من میتونم به مثلا شما میتونید به خانواده، خانواده برای شما پول بفرستن، این مشکلی نداره. دانشجو حتی دوچار مشکل شدن، ولی شما معتقدین که از ایران میلیون ها دلار برای چیز پول میاد؟ خب و اونم به آمریکا. من نگفتم میلیون ها، من نگفتم میلیون دلار. اگه اجازه بدین ببینید، ببینید قوانینش بسیار سخت، ببینید چیز نمیشه بگو خب اینا دارن الان میلیون ها دلار از کشورهای مختلف میگیرن، آمریکا هم دنبالشه، خیلی هستن ضد این گروه، هم دنبال این حرفا رو گرفتن که این گروه از آمریکا خارج کنن، روی لیست تروریستی گذاشتن. ببینید وجود نه، مدرکی وجود نداره، اگه بود میگرفتن. بله. مدرکی وجود نداره که داره میگه یا نه، خود آمریکا قوانین بانکیش خیلی قویه، اگه اینا یک اشتباهی میکرد بکنن از اسرائیل یا کشوری باید به عنوان لابی. ببینید آمریکا هم قوانینش میدونید که رحم نمیکنن اگه ببینن بلد. یعنی حتی اگه تو کاخ سفید باشه طرف داره پول میگیره. بله. رفیزاده، صحبت کاخ سفید و قوانین آمریکا و دولت آمریکا رو میکنید، یک سوال اساسی برای کسی که در مورد میزان محبوبیت سازمان مجاهدین در داخل ایران صحبت میکنه این خواهد بود که دعوت از کسانی چون ریچارد بولتون، از کسانی چون رودی جولیانی، از چهره هایی که به هر حال هم طرفدار تحریم‌های بسیار سخت علیه ایران هستند، هم اینکه مردمی که به هر حال میخوان یک جوری بدون خشونت و خونریزی به دموکراسی برسن، نظر خوشی به این چهره ها ندارن. غلط یا درست من کار ندارم، ولی به هر حال بولتون در ایران خیلی محبوب نیست، جولیانی در ایران خیلی محبوب نیست، و همین ها میان توی گردهمایی‌های سازمان مجاهدین شرکت میکنن. این چی به ما میگه در مورد سازمان مجاهدین و اگر بخواد محبوبیت کسب کنه در مورد آینده سازمان مجاهدین؟ ببینید من با خود آقای جولیانی، با آقای نیوت گینگریج یا با بولتون صحبت کردم و کاملا از این گروه حمایت میکنن، چون سازماندهی داره و هدف داره، و من واقعا ندیدم چیزی نظرسنجی نبوده که ایران از این اشخاص خوششون بیاد، خوششون مردم ایران، مردم ایران. به نظر من مردم ایران هدفشون واقعا اینقدر مشکلات اقتصادی دارن که اصلا الان به فکر این نیستن که آقای بولتون سیاستش چیه یا آقای جولیانی. مردم فکر کنم مشکلات سیاسی اجتماعی اقتصادی دارن. در نتیجه من نمیتونم بگم که آیا مردم خوششون میاد از این موضوع یا نه، اما خب این نکته مهمه، بذارید این رو با خانم محمدی در میان بگذارم، برای اینکه شاید باید من سوالم رو دقیق‌تر از آقای رفیع‌زاده میپرسیدم، برای اینکه واقعا ما نمیدونیم مجموعاً مردم در مورد کسی چون ریچارد بولتون، چون رودی جولیانی، چون کسان دیگه‌ای که در گرد همایی مجاهدین خلق ایران صحبت میکنن نظرشون چیه. به گفته ایشون مردم خیلی اهمیت نمیدن به اینکه آقای بولتون یا آقای جولیانی مال چه گروهی هستن، صحبت‌هاشون چیه، مسائل روزمره چنان ممکنه آسیشون کرده باشه که اصلا اهمیت ندادن چه سیاستمداری در گرد همایی مجاهدین. حتی در مورد ترکی الفیصل، شاهزاده عربستان که رفت در گرد همایی مجاهدین صحبت، ممکنه خیلی براشون دیگه اهمیت نداشته باشه، بخصوص در شرایط بسیار دشوار کنونی. من این مسئله در ادامه بحث شفافیت میخواستم عنوان بکنم. آقای کریمی، مردم وقتی که راجع به یه ملت صحبت میکنیم، یه سابقه تاریخی داره و یک ذهنیت شناخته شده. میشه گفت مردم فرانسه دو گل براشون اهمیت داره، ناپلئون براشون اهمیت داره. یه چیزایی هست توی ملتایی که اونو نمیشه، حالا جزئیات رو نمیشه خلق و خو را زیاد کرد، اما یه کلیاتی وجود داره که حقیقیه. قهرمان مردم ایران مصدقه که قهرمان ملیشونه و به هر حال به استقلال میشناسن.
ایرونیا الان اکثریتشون با حاکمیت ایران مشکل ضد حاکمیت هستن، من در این شکی ندارم، اما کشته شده های جنگ رو بهش اهانت نمی کنن، چون فکر می کنن همون کشته شده هایی که بخشش هم توسط مجاهدین کشته شده. بله، ولی سوال من در مورد بولتون، در مورد جان بولتون، بله من گفتم ریچارد، ببخشید جان بولتون، بله. در مورد جان بولتون، در مورد مکین، در مورد جولیانی، اینها جناح جنگ طلب سیاست آمریکا هستند و مردم ایران یه مردم خیلی اهل مدیا هستن. میدونین که تو خاورمیانه میزان کنجکاوی سیاسی این مردم، حضورشون در سیاست شاید بی‌نظیره. آقای جولیانی و آقای بولتون سالهای سال تاکید میکنن حتی روی حمله نظامی به ایران، مردم ایران از رژیم ایران 100% متنفر. در صورت حمله نظامی خاطره جنگ 8 ساله به تاریخ نپیوسته، هنوز معلولانش، جانبازانش. البته من نمیدونم سالهای سال اینها روی حمله نظامی بیرون، ولی در مورد، بله، رژیم چینج، تغییر رژیم صحبت کردن. در مورد کردن. حمله نظامی آقای جولیانی که بارها تاکید کرده، میتونیم اینو تحقیق بکنیم ببینیم چندین بار گفته، و آقای جان بولتون هم همینطور، مکن نه، یعنی من ندیدم. اما مسئله در ادامه همین مسئله، اجازه بدید من این بحث شفافیت رو تموم بکنم. یه سازمان سیاسی مثل یه ملت که تاریخی داره، تاریخ داره. وقتی که سازمان مثلا فداییان میاد میگه ما مشی چریکی رو رد کردیم، وارد یه فاز دیگه ای میشه. میاد میگه آقا خیلی کوتاه، ولی بله، سازمان مجاهدین خلق سازمانیه که من به عنوان یک هم نسل اونها، اون چه که از ادبیات سیاسی اونها و از فرهنگ اونها میشناسم، چه تماسایی که از نزدیک داشتم چه با ادبیاتشون، سازمانیه که ضد امپریالیسم آمریکا، ضد ارتجاع سرمایه‌داری، ضد سران فاسد منطقه، سران عرب منطقه مطلب داره، حرف الان داره. بله. الان این سازمان همونطور که آقای کریمی اشاره کرد، در کنار جنگ ترین جناح آمریکایی، یعنی آقای رضا رضایی، شما میدونید دیگه اون که فرصت طلب نبود، آقای رضا رضایی طراح حمله، یکی از اولین بنیانگذاران و رهبران خیلی مهمه، ایشون طراح حمله و ترور به جنرال هاوکینز بودن، گفتن در استقبال از نیسان جنایت کار ما این کاری کردیم. بله. و ببینید، بعد خدمت عرض کنم که آقای بولتون یا آقای نیوت گینگریج، من فکر جایی نشیدم که گفتن با هم باید حمله نظامی به ایران بکنیم، گفتن باید نظام عوض کنیم. همین الان هم بولتون گفته که توی کاخ سفید میگه که هدف ما تغییره. خانم محمدی، بعد از اینکه برنامه منتشر شد، اگر شما اظهاراتشون در این مورد رو پیدا کردید، میتونید روی فیسبوک برنامه بگذارید که بیننده ها. چون آمریکا در این مورد واضحه که حمله نظامی نمیخوان بکنه. بله. و این از اون نظر. و یه موضوع دیگه، اگه و یه مثال کوچیک من بزنم در مورد این کمک‌های مالیشون، خیلی میپرسم. ببینید، من با اشخاص، هواداران این گروه، آدم‌های عادی، ایرانی‌های نسل سوم صحبت کردم، اینا کار میکنن، حقوقشون رو 70-80% میدن به گروه، چون اینقدر حمایت میکنن از اعتقاد دارن به گروه. وقتی هم بیش از 10,000 خانم بیان تو خیابون که اعدام بشن، نه خیلیاشون هم زندانی بودن از ایران. مثلا یک شخص رو میذارم 22 سال، آقای اسم شریفش نیادم، منظور شما اعضای این سازمان در خارج کشورن که اعضا، بله، به خیلیاشون هم تو زندان ایران بودن، اومدن بیرون، الان تو اروپا کمکشون کردن که بیان بیرون. ببینید، اینا دارن کار میکنن چون اعتقاد دارن. نمیشه، اینا هم ایرانی هستن، اینا که از خارج نیستن، اشخاص ایرانی هستن که حتی زبان خارجی هم صحبت نمیکنن. ببینید، حتی اگر 10,000 نفر ما بگیم اینا هوادار دارن، هر کدومشون $1,000 به این گروه بده، میشه $10 میلیون. چرا اینقدر سخت ما قبول کنیم که این گروه نمیتونه چند میلیون دلار سال خرج بکنه؟ آقای رفیع‌زاده، حالا که راجع به اعضای گروه صحبت میکنن و اینکه کار میکنن، حتی زبان مملکت میزبان ممکن ندونن، 70-80% درآمدشون رو بدن سازمان، اینجاست که باید بپرسیم که شما فکر نمیکنید این سازمان مثل یک کیش، مثل یک گروه بسته عمل میکنه که واقعا اعضاش رو نگه می‌داره با مکانیزم‌های مختلف که خیلی با جهان خارج تبادل نظر نداشته باشن؟ موضوع خیلی مهمیه. خوب این سوالو کردید، چون ببینید، من اجازه بدید بگم، من طرفدار گروه نیستم. بله. من هوادار گروه نیستم، منم عضو گروه نیستم. بله. شاید هم حتی گروه بخواد دری به تخته بخوره، نظام سرنگون بشه، این گروه بخواد برای انتخابات، من شاید اصلا به گروه هم رأی ندم. بله. فقط من میخوام بگم که فقط ما نمیتونیم بگیم این گروه واقعا گروهیه که هیچ تأثیری تو ایران نداره، هیچ قدرتی نداره. خیلی
خیلی خیلی اشخاص بودن متخصصان، ببینید همین انتخابات ترامپ بود، هر کی شما میپرسید تو آمریکا متخصصان بیشتر میگفتن هیلری برنده میشه، آقای ترامپ برنده نمیشه. ببینید نمیدونستن که بس این واقعا این پایگاه اجتماعی قدرت داره که بتونه چیز بشه و برنده شد. تعجب تو کشورهای عربی که انقلاب شد خیلی گروه بودن که اصلا خود خارجی ها، کسانی که در خارج بودن فکر نمیکردن، حتی تو اون کشور فکر نمیکردن این گروه ها بتونن سر قدرت بیان. توی مصر وقتی آقای برادعی بعد از سرنگونی حسنی مبارک اومد، همه فکر کردن آقای برادعی برنده جایزه نوبل، اینقدر محبوبیت داره، یک شخص کاریزماتیک، ایشون برنده میشه. اخوان مسلمین که سازماندهی داشتن و ده ها سال صبر کردن، اونا سر قدرت اومدن. من اینو دارم میگم، شما ما نمیتونیم بگیم که این گروه هیچ تاثیری نداره، نمیتونیم بدیهی بپنداریم. این نکته مهمیه. اجازه بدید، شما خانم محمدی گفتید یه چیزایی بدیهیه، قهرمانان مردم رو ما میشناسیم و چهرهایی که در نظر مردم منفور هستن رو میشناسیم، ولی این حرف آقای رفیع‌زاده محل تأمله که واقعا خیلی چیزها رو که ما بدیهی میپنداریم بهتر بدیهی نپنداریم. از جمله مثلا ببینید آقای ترامپ به قدرت رسید و در طریق آقای کریمی بهتره که اساسا ما مسائل رو بدیهی هیچ وقت نینگاریم، اما من این دلیل نمیشه که ما نشانه هایی رو که داریم به هیچ بگیریم، پس اون وقت یه تحلیل ما، بررسی ما بر پایه اینه که هیچ واقعیتی وجود نداره. اینطور نیست. رفتار اجتماعی مثل آمریکا رو زدن. آمریکا کشوری نیست که 40 سال گروه های سیاسی درش مبارزه میدانی کردن، مبارزه مسلحانه کرد. یه جامعه ایه که با انتخابات فقط تعیین تکلیف میشه. میزان، حالا بهتر از منم شما میدونید که میزان نفوذ کاندیداها تو جامعه بر اساس نوع تبلیغات و نوع امکاناتی که حالا پشتشون هست. ایران اینطور نیست. ایران فراز و فرود سیاسی داره. ایران قابل پیش بینی هست که اگر رئیسی هست، واقعا قابل پیش بینی، قابل پیش بینی هست که اگر رئیسی و هر کس دیگه بیاد، شرایط ایران وقتی نگاه میکنین در انتخابات 94 میبینین که امکان نداره رئیسی، اگر به جای روحانی کس دیگه ایران بود انتخاب میشد، برای اینکه مردم ایران یه انتخاب مشخص دارن. هر روز از بخش سخت حاکمیت هی بیشتر فاصله بگیرن. مجاهدین این اشکال رو دارن که هم ساختارشون شبیه حاکمیت ایران، مبتنی بر عدم شفافیت، رهبری که بی‌معنیه، جمهوری که در خارج از کشور انتخاب شده، سیستم و سلسله مراتبشون خیلی شبیه جمهوری اسلامیه و ذهنیت مردم ایران که ما نمیتونیم بگیم ما نمیدونیم که مردم ایران راجع به مصدق چی فکر میکنن. چرا میدونیم؟ فکر میکنن قهرمان، هیچ اشکالی هم نداره، حتی اشتباهاتش هم نادیده میگیرن. راجع به این مردم وقتی صحبت میکنیم مجاهدین رو میشناسن. تاریخ مجاهدین یک زمانی ترور قبل از انقلاب همه همین بوده، بعد از انقلاب ترور اعدام، ترور اعدام. 2 سال مجاهدین در ایران بودن. اون چیزی که مردم ایران میشناسن از این 2 سال ترورهای کوره که هم جوانهای خودشون هم مردم عادی کشته شدن. در گذشته هم همین بود، دفتر امریکن اکسپرس رو چیز میذاشتن، بوم میذاشتن، مجله هفتر، اونا تموم. آقای شفیع‌زاده، شما فکر میکنین سابقه سازمان مجاهدین خلق، وقتی میگیم سابقه از همون سال 1345 به این سو میگیریم، زمانی که 3 جوان اومدن و این سازمان رو بنیان گذاشتن، بلافاصله شمار زیادی از جوانهای طبقه متوسط مسلمان رو به خودش جلب کرد و بعد تحول این سازمان، پیش از انقلاب ایران مارکسیست شدن بخشی از اون، کشته شدن تعداد زیادی در بعد از انقلاب و بعد عراق رفتن، خیلی بالا پایین داره. این سابقه در مجموع شما فکر میکنید به سود سازمان مجاهدین خلق هست یا نه به ضررشه در اذهان؟ قبل از اینکه این سوالتون رو جواب بدم، سوال قبلی که پرسیدین من جواب ندادم در مورد اینکه گروه بست، فکر میکنن مردم بسته. بله. است. ولی منم همین فکر رو میکردم قبلا، فکر کردم که گروه بسته است چون به رسانه ها که میخونید همین چیزها رو مینویسن، به انگلیسی میگن کالت یا بله. وقتی که با اعضایشون صحبت کردم، خب ایرانی هن. ایران بودم، واقعا این چیزا من ندیدم. خیلی هاشون اصلا رئیس دانشکده های تو آمریکا، خیلی هاشون اصلا آدم های بسیار موفق، زن مرد، با حجاب بی حجاب، سکولار، همه نوع آدم
بینشون بود. یعنی من خودم تعجب کردم که اصلا من با همون دیدگاهش که وجود داره رفتم، گفتم اینا خیلی بسن، الان نمیخوان، الان یه دیدگاهایی دارن که فقط نشون دهنده دیدگاه رهبرشونه. خیلی اتفاقا خیلی دیدگاه مختلفی داشتن. خانم محمدی، این ذهنیت رایج در میان اپوزیسیون ایرانی که با سازمان مجاهدین مخالفه اینه که اعضای این سازمان گرفتارن، قربانیان، گیر کردن، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، رهبری اونها رو در چنگ خودش نگه داشته. در درون سازمان مجاهدین انقدر گروه های مختلف، آدم هایی الان جدا شدن ازشون، مسائلی رو که باهاشون میره میان توی مدیا میگن، توی تلویزیون ها میگن. یک پاسخ سازمان مجاهدین برای کسی که شکنجه شده توی سازمان، برای پدر و مادری که نذاشتن که بچه‌شو ببینه. من از تجربیات شخصی میخوام صحبت نکنم، هم فامیل دارم گرفتار این مسئله که شما میگین، یعنی پدر و مادر رفتن ترکیه که اونجا ببینن، خودشون گفتن، ولی وقتی که زنگ زدن با یه برخورد بدی که مواجه شدن، 10 روز موندن تو ترکیه و نتونستن ببینن، برگشتن. اما ادعاهایی که مجاهدین سابق میکنن به اینها پاسخ بدن، این که چقدر روابط درونی مجاهدین باز یا دموکراتیک یا غیر از اونه، من فکر می‌کنم این به الان به خصوص که دیگه در همه جای دنیا پراکنده هستن، باید بتونن به این مسئله جواب بدن. ولی آقای کریمی، باید این سازمان جواب بده که کدوم سازمانه؟ سوالی که شما گفتید، آیا این سازمان بعدیزادگان حنیف نژاده؟ اون آرمان‌ها و اینها رو کی کنار گذاشت که با شاهزاده سعودی، همون هایی که عمرای فاسد عرب میگفت، کی وقتی که آقای مهدی رضایی جوان 19 ساله در دادگاه از به امپریالیسم از خلق ویتنام دفاع کرد؟ من گفتم سازمان های دیگه ای هستن که مشی گذشتهشون رو نقد کردن، گذاشتن کنار. سازمان مجاهدین کی گفته که با عملیات مسلحانه قبلش مخالفه؟ ترورهایی رو که در ایران کرده چجوری توجیه میکنه در جهان کنونی؟ اینا مسئله است. ببینید، ما دوباره برمیگردیم به دهه 60، به دهه اتفاقاتی که اون زمان افتاد. البته خب مشکلی نداره، اما به خاطر فکر کنم سن ما، چون ما اون دوران بودیم، البته خب من 1359 به دنیا اومدم، البته خب بیشتر متخصصان چون اون زمان بودن در اون زمان صحبت میکنن که چه اتفاقی. نسل جدید ایران، جوانای 20 ساله، واقعا کاری به نظر من اصلا، ما خیلیشون صحبت میکنی اصلا مهم نیست براشون چه اتفاقی افتاد اون دهه. مهم اینه که میخوان یک دموکراسی در ایران به وجود بیاره، میخوان یک تساوی بین زن و مرد وجود داشته باشه، دموکراسی وجود داشته. این که زمان نمیدونم عراق و ایران چه اتفاقی افتاد، البته خب با توجه به اونم خدمتتون عرض بکنم که آمریکا وقتی حمله کرد به عراق، کل آرکایو اطلاعات عراق دستش بود، هیچ مدرکی پیدا نکرد که مجاهدین کمک کرده بودن به صدر حسین، با این حال که در اون زمان روی لیست تروریستی آمریکا بود. یعنی به نفع آمریکا بود که مدرکی پیدا کنه بگه این دلیله که ما این شما رو گذاشتیم. ولی در اون مقطع دولت آمریکا بیشتر با دولت ایران همکاری کرد، اتفاقا ایران کمک های اطلاعاتی به آمریکا داد در قبال اینکه آمریکا حمله کنه به مجاهدین در عراق، و آمریکا حمله کرد، بمباران کرد، و خیلی از این اشخاص مجاهدین که ببینید باهاشون صحبت کنیم اینجا هستن، ایرانی هستن، خارجی که نیستن، ایران بزرگ شدن. ببینید فامیل دارن که واقعا شکنجه شدن تو ایران، شکنجه هایی که توصیف میکنن تو ایران همین الانش، اعدامایی که ببینید 10,000 اشخاص از این گروه اعدام شدن. خب باید اینا رو هم در نظر گرفت. بله خانم محمدی، شما فکر میکنید دورنمای گفتگوی بین سازمان مجاهدین خلق و شماری از اپوزیسیون ایرانی که همون هدف رو دنبال میکنن بازه؟ اونهایی که میگن برانداز هستیم و مثل سازمان مجاهدین مخالف بیکم و کاست جمهوری اسلامی هستن، یا نه برای اینکه میون برانداز ها تقریبا میشه گفت گروهی که بخواد امکان همجواری و همکاری و گفتگو با مجاهدین خلق ایران داشته من ندیدم. چرا؟ آیا واقعا رای هست این سوءظن بین مجاهدین خلق ایران و بقیه گروه های همفکرش از نظر هدف برداشته بشه؟ من اطلاعاتم از سازمان، اطلاعات دقیقم از سازمان های چپه که در مراحل مختلف خواهان گفتگو شدن و مجاهدین رد کردن. اما خبر که من موثق نیست نمیتونم بگم،
حتی مشروطه خواها حاضر شدن که گفتگو کنن، ولی شرایط شرایطی بود مثل شورای مقاومت که باید همه میرفتن زیر در واقع پرچم مجاهدین. منظورم از شورای مقاومت شورایی که سازمان مجاهدین درش بله نفوذ جدی داره داشت بله. و الان دیگه یعنی عناصر تشکیل دهنده اصلیش چهره های که غیر مجاهد بودن و مورد اعتماد جامعه بودن همه اومدن بیرون، یعنی از آقای دکتر هزارخانی بگیریم تا خواهرزاده آقای مصدق اسمی آدم را و همه آقای متین دفتری و دیگران همه اومدن بیرون و گفتن نه، همه در اعتراض به این سطح استبداد درونی اومدن بیرون، صحبتاشون همه جا هست. اما یعنی فکر میکنی این سابقه مانع میشه که یک گفتگوی جدی بین اصلا تقاضا رو رد کردن با سازمان‌های چپ و این مربوط به گذشته است؟ باز هم مربوط به این سال‌های دیگه دلیل نداره. در سال‌های اخیر فکر نمی‌کنید امکان نزدیکی به وجود بیاد بر اساس مشی جدیدشون در سال‌های نه، سازمان‌های چپ این تصور رو دارن ممکنه ایشون رد بکنن. البته آقای رفیق زاده مشکل اینه که همش روی تحقیق میگن و نمیگن که این تحقیق‌هایی که ایشون کردن چه چیزی رو ثابت کرده. شما میگین ثابت شده که این نیست اون نیست اون چی نیست، اما سازمان‌های سیاسی که شما از یک طرف دیگه میگین که همشون کمک‌های خارجی میگیرن، یه مشکلی که دارن سازمان‌های چپ همین چون درک معین تشکیلاتی دارن از کمک مالی و توان تشکیلاتی اقتصادی، اینها همه بدبین هستن نمیخوان وارد، میبینین که بله. هیچکس حمله نمیکنه به مجاهدین بله. اما خوشبین نیستن به منابع مالی اینها و مسئله استقلال بله. خاطر رفیق زاده شما فکر میکنی سوء زن سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی خود بیرون از ایران نسبت به مجاهدین ممکن هست از میان بره، تحت چه شرایطی این امکان است؟ خب من واقعا اپوزیسیونای دیگه‌ای که سازمان خارج از کشور که سازماندهی قوی داشت سازماندهی داشته باشن بشه اسمش اپوزیسیون گذاشت نمیشناسم، پیدا نکردم غیر از شورای ملی مقاومت ایران یا مجاهدین خلق. در چه نمیتونم بگم که نمیتونم ممکنه در ایران سازماندهی نداشته باشن، ولی به هر حال گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران که تداوم هم در رهبریتشون و کارشون میشه دید کم نیستن دیگه، اونها این رو که نمیشه انکار کرد. ولی شما بین این مجموعه اپوزیسیون که سوء زن داره به مجاهدین خلق و خود مجاهدین خلق امکان گفتگو نمیبینید؟ ببینید میدونم خیلی دوست ندارن اینو بشنون، این گروه چون انقدر تاثیر و نفوذ و قدرت داره به عنوان تهدید گروه‌های دیگه بهش نگاه می‌کنه، از این گروه به اون وزن نظر رقابت نمیتونن با رقیبن. و من مسئله دیگه مسئله اخیر خدمتتون عرض بکنم که من نمیدونم گروه‌هایی که از اینا خواستن با گروه‌های چپی که میگی شما فرمودید که گروه‌های چپ خواستن که جزء این گروه بشن بعد نه خیر جزء این گروه نه، برای گفتگو، برای مذاکره، برای همگرایی بین اپوزیسیون، برای اینکه از نظرات هم مطلع بشیم به هر کنگره دیگری دعوت میشن، هیچ نماینده‌ای نمیفرستن، همون طور که به هیچ تلویزیون و مدیای نماینده نمیفرستن. خب همین خوب این مسئله رو نقطه رو گفتید. ببینید خیلی چرا اگر نگاه کنید خیلی اصلا روی توییتر اصلا روی تلویزیون هستن، مقاله‌های زیاد تو آمریکا دارن مینویسن، قبلا نمیومدن خب روی لیست تروریستی بودن، الان خیلی دارن میان بیرون. خب ببینید بعدم شما دعوت کنین پس خب خیلی ممنونم آقای رفیق زاده و خانم محمدی. به آخر پرگار این هفته میرسیم، ممنون از شما که پایین بحث نشستید و باز هم ممنون از مهمانای برنامه مجید رفیق زاده و ملیحه محمدی. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. شب و روز بر همه شما خوش.